درود و سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید به کانال نوت‌فیلم. من تا بیام اسم نوت‌فیلم رو عادت کنم بهش طول میکشه، نه شوخی کردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از برنامه‌های این دوره از کانال، یعنی موسیقی در کنار شوخی‌های شعری و حواشی موسیقی و سینما و همچنین نقد و بررسی‌هایی که در آینده نزدیک خواهید دید. در این برنامه میخواییم بررسی کنیم 5 اثری که متاسفانه کاور و کپی هستش، اما یک سری صحبتهایی با اتون دارم چون خیلی اتون از من یک سری سوالهایی کرده بودید که برای یکایکش جواب دارم و اینجا جاش هست که جوابتون رو بدم راجب کارهای کپی و حق کپی رایت و یک سری قوانین دیگهی که براتون الان یک مقدار بازش میکنم. بریم و برگردیم اینتروی جدیدی که باهاش عادت کردید فکر کنم تا اینجا کار رو ببینیم و بشنویم 5 تا کار و صحبت‌های من. خب خیلی ممنون، لایک و سابسکرایب کنید، حمایت کنید، اگه دکمه تنکس هم بزنید بسیار ممنون میشم. زحمت کشیده میشه بچه ها برای ساختن این برنامه ها، خیلی مخلصیم، همه شما هم گرم که تا اینجای برنامه رو دیدی و ادامهش هم میبینید. با یک مثال شروع کنم. شما صاحب یک ملک هستید که این ملک اتفاقا یک باغچه و یا حیاتی هم داره که این حیات اتفاقا بر حسب اتفاق یک درخت میوه‌ای هم توش وجود داره. از لحاظ قانونی بالغ بر 300 سال، یعنی بالغ بر 3 قرن هست که حق مالکیت به وجود اومده. از لحاظ قانونی قانون مدنی در کل دنیا وجود داره. وقتی شما صاحب یک ملک هستید، اون ملک به نام شما هست. تا شما اجازه ندهید نمیتوانید به کس دیگری اون ملک را در ازای دریافت پول یا هر چیز دیگری یا تبادل کالا به کالا بفروشید به همین سادگی. حالا اگه یکی بیاد از درخت شما میوه بکنه یا بیاد حیات شما رو قروق کنه، از شما اجازه نگیره، آیا این دزدی نیست؟ مثلا نمیگم بیاد تو خونه وسایلتون رو بدزده ها، یک شیئی رو بدزده ها، میشه دزدی دیگه، از شما اجازه نگرفته. یه نفر میتونه بیاد ادعا کنه که از شما اجازه گرفته که آقا کل این درختای سیبی که تعدادش زیادم هست، حالا مثلا توی باغتون رو اجازه بگیره و بگه همه رو ببرم. نه دیگه، از شما اجازه میگیره و در مقابلش یک پول یا یک مبلغی رو به شما پرداخت میکنه و صاحب اون میوه ها میشه، چون صاحب اون میوه ها شما هستید. از این واضح‌تر میتونم بگم؟ بله، من در برنامه‌های گذشته گفته بودم که حداقل اسم صاحب اثر رو بنویسید تو کارهای کپی و کاور، ولی دقت کنید گفتم حداقل، این کمترین کاریه که میشه انجام داد، که این هم درست نیست. یه قانونی وجود داره به نام کپی رایت، یه قانونی وجود داره به نام رویالتی و قوانین دیگری که براتون تک تک توضیح میدم بین کارهایی که با هم میشنویم. بدون فوت وقت بریم اولین کار رو با هم بشنم که راجع به این کار هم صحبتهایی دارم، یعنی محسن یگانه. یه عاشقت نبودم اگه بی تو زنده بودم، زخمم یه بلیگی بیش راست یه مگرفی، تو بمون که بی تو قصه میخورم، که شه دل و قطع نیخت پیو پولی، اگه شکفه دارم از تو، اگه بی بله، همینطور که مشاهده کردید آهنگ خاکسترم نکن محسن یگانه سال 2008، اما 4 سال قبلش هلنا پاپاریزو اگه اشتباه نکنم این کار رو خونده در قالب آهنگ مگالیازی توس کتادی، حالا من تلفظش دقیق نمیدونم، کارو کپی است. آقای محسن یگانه یک مصاحبه داشتن در کارهای اخیرشون، کنسرت‌های اخیرشون، و فرموده بودن که اگر من کارهایی رو کپی کردم خیلی هم از رو من کپی کردم. ببین دقیقاً مثالشو اول براتون توضیح دادم، عامیانه‌ترین مثالشو توضیح دادم. یک نفر میاد از شما یک مالی رو میدوزه، دزدی میکنه، شما هم میگید چون اون از من دزدی کرده منم برم دزد شم، برم از یکی دیگه دزدی کنم. آیا تفکر شما این هست؟ عمرن این چه حرفی آقای محسن یگانه؟ شما موظفید که وقتی یک کاری رو کپی میکنید علاوه بر اینکه اجازه بگیرید از صاحب اثر، حالا صاحب اثر خواننده نیست، سازنده اثر هست، تنظیم کننده اثر هست، یک سری کپی ها از روی موسیقی، یک سری از روی تنظیم، یک سری از روی شعر و غیره، علاوه بر اینکه باید اجازه بگیرید که باید هزینه طرف رو پرداخت بکنید حق کپی رایت رو، و در نهایت هم باید اسم طرف هم ذکر بکنید، یعنی همه اینها رو باید با هم انجام بدید. خیلی بی منطق بود آقای محسن یگانه، خیلی واقعا من نمیدونم چی بگم. بعدی کار بعدی رو با هم گوش بده.
باز آرش ای پی و مسیح. بله، همینطور که مشاهده کردید آهنگ جون مسیح و آرش ای پی که بارها صحبت کردم راجبشون، دو تا ناخواننده عزیز، و آهنگی که آره آقای فرامرز آصف که در سال 2009 تولید شده بود به نام سیمینبر کاملا کپی و کاور شده هست. بریم کار بعدی. بعد از شنیدن این کار یه قانون دیگر رو براتون توضیح میدم جدا از کپی رایت. بس که خوشگلی تو چشی وقتش با هم جون، اجازه نمیدم از هم تا یه قدم دور بشی. دست دل من رو شده داری که جادو شده زده به سرم تو رو به تو رو هرگز ندیدم، دونی که سخته عزیزم، دست من نیست به خدا به اختیارش میریزم. کسی که ناخواننده هست توی کارهایی که تولید میکنم من خودش نشون بده. بارها راجب رادیو جوان و ساتین صحبت کردیم، میتونید برید بالا برنامه‌هاشو ببینید، راجب دنیا دادستان ساتین و و غیره. آقای مسعود صادقلو هم که حالا اصلا نمیدونم کاری نرم، این کار جز کارهایی بود که جز اولین نفراتی بودم من که این کار رو پخش کردم در کانال اینستاگرام و کانال یوتیوب در قالب شورت ویدیو. اینم یادآوری کنم که لایک و سابسکرایب حمایت و فالو و حمایت کردن از کانال تلگراممون که اونجا یک سری اخبار و ویدیوهای بروز و برنامه رو در خدمتتون خواهیم داشت، و کانال اینستاگراممون که اون هم در قالب خود فیلم هست فراموش نشه. آقا غیر از قانون کپی رایت یک داستان دیگری هست به نام رویالتی. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک اثری تولید میشه اون اثر به ثبت میرسه. خب وقتی شما اون اثر رو ثبت میکنی، تا اگر یک کافه و یا رستوران از اون کار شما بخواد استفاده کنه در قالب موسیقی که داره همینجوری پخش میکنه برای مردم، هم باید یک مالیات فی یا یک حق کپی رایتی پرداخت بکنه. حالا یک رستوران 50 دلار خیلی هم زیاد نیست، 50 دلار 100 دلار 150 دلار برای ما زیاده ها، برای کسی که درآمدش دلاری زیاد نیست، این مبلغ رو باید پرداخت بکنه. یعنی در این حد کپی رایت مهم است. حالا ما کارهای دیگران رو می‌نویسیم، می‌خونیم، تنظیمش هم بعضی موقع همون VST ها رو استفاده می‌کنیم، تکمون هم نمیگزه، رومون هم زیاده، اجازه هم که اصلا سرش گرده، از اینه که دیگه بابا اصلا من بیام پول بدم کار یکی دیگران می‌خوام چه کاریه؟ یاد اون مثالی که اول ویدیو زدم، هر دفعه که این کارها رو گوش میدید بیافتید، یک مثال ساده و واضحی بود که به نظرم واقعا میشه با این مثال جواب تمام این اشخاصی که این کارو میکنن رو داد. این کار با دزدی هیچ فرقی نداره، کما اینکه بدتر هم هست. تو بگو کی هستی بعد به دلم نشستی، گم 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 رختی، میمیرم یه روزی بگی دل به غریبه. بله، همینطور که مشاهده کردید کار گومی خیلی معروف و ترند شده بود و همه بلاگر ازش استفاده میکنن، تو اینستاگرام باش میرخصیدن. آهنگ چشمای مسجد امید حاجیلی که یک سال بعد این آهنگ رو کاور کرده متاسفانه. و کار بعدی که متاسفانه این کار خیلی دوست دارم، حیف که کپی هستش، بریم هم گوش بدیم. همه اون روزایی که بی تو گذشت کنار تو بودم و استی مرکت اسکیپسیم یه سه نفتنه قصه یه رفتنه تو یه رو رفت تمام وجودم و این سفتاش بوها میره من منه همه گوشم رو پر میکنن که دیگه متاسفانه این کار هم کپی بود. همونطور که مشاهده کردید گیروموس 2007، همه اون روزا 2017، یعنی 10 سال بعد. آقا یک مطلب دیگری هست، خیلی ها میپرسن راجع به قانون کپی رایت و اینا. بله، در داخل ایران هم
میتوان شکایت کرد و این موضوع رو به بخش‌های اداری کشید و پیگیریش کرد به صورت قانونی توسط روش‌های مختلفی که وکلایی که تو این زمینه فعالیت می‌کنن خیلی بهتر از من و شما میدونن. خیلی مخلصیم. اگر موسیقی، کپی، کاوری چیزی داشتید که احساس کردید به درد کانال برنامه می‌خوره، ممنون میشم برای من بفرستید. ممنون از اون رفقایی که همیشه برای من ویدیوها، مطالب و اخبار خوبی میفرستن و همچنین کسایی که فقط مختص کانال ویدیو اخبار میگیرن. فراموش نکنید که به لایک و سابسکرایب و حمایت شما در قالب دکمه فنگس بسیار نیازمندیم. خیلی ممنون. نوتفیل. مخلصیم.